بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهم لفظ های منهی و شرکی این دراسترین قسم در کتاب است زیرا از عادت معلیف مختصر آوردن پس با تفصیل آوردن است دوم در این قسم لفظ های منفی و شرکی و بعضی شرکیات را ذکر کرد و بر شرک اصغر دقت داد زیرا آن پوشیده است و اینچنین در کفر نعمت دقت داد زیرا این بسیار است الله سبحانه و تعالی می فرماید آنها نعمت الله را می شناسند سپس آن را انکار می کنند تا آخری آیت از جمله شرک کفرانی نعمت است مجاهد سخن می گوید که معنیش این است این مال من است آن را از پدرانم میراث بردم و عون ابن عبدالله می گوید اگر فلانی نمی بود این طور نمی شد و ابن قتیبه می گوید این نعمت به شفاعت معبودانم به ما رسید نعمت آزمایش است و دلیل و شما را به بدی و نیکی آزمایش می کنیم دوم اضافه کردن نعمت آفریدگار به سوی غیرش در توحید خلل وارد کردن است یکم در توحید ربوبیت زیرا آن را به سوی سبب اضافه کرد بر اینکه آن فاعل است دوم در توحید عبادت زیرا آن شکرانه نکرد سوم میگویند اگر فلانی نمی بود چنین این چنین نمی شد اگر به آن قصد خبر داشته باشد و خبر راست و مطابق واقع باشد پس باکی ندارد نعمت آزمایش است پس چگونه از آن سلامت میمونیم یکم پیش از نعمت باید از الله طلب کرده شود و قلب وابسته به الله باشد پس بعضی مردم فکر میکند که با وزیر یا رئیس شناس شود و بروی نعمت میدهد پس جنت تنها از الله طلب کرده میشود و اینچنین رزق از الله طلب کرده میشود دوم بعد از نعمت یعنی پس باید نعمت دهنده نیکوکار را با قلب، زبان و اعضای بدن شکرانه کرد. اقسام مردم در اضافه نعمت یکم صحیح است. بر حیث که آن را به سوی سبب درستی ثابت شرعی یا حسی اضافه میکند، این به دو شرط جایز است. یکم اعتقاد نکند که در خود سبب تأثیر میرساند، دوم شکر نعمت دهنده را فراموش نکند اقسام مردم در اضافه نعمت دوم شرک اصغر است و سوم شرک اکبر شرک اصغر است به سبب ظاهر آن را اضافه میکند لیکن سبب بدن آن نه به شرع ثابت است و نه به حس شرک اکبر است اینکه سبب پوشیده باشد مطلقا تأثیر نداشته باشد دلیل دوم ابوالعباس بعد حدیث زید بن خالد که در آن آمده است البته الله تعالی میگوید بعضی بندگان من به من مؤمن شدند تا آخری حدیث که قبلا ذکر شد میگوید در قرآن و سنت دلیل های زیاده وجود دارد که در آن الله تعالی کسانی را که نعمت هایشان را با دیگر نسبت میدهند و به آن شرک میآورند مذمت کرده است بعضی از گذشتگان گفتند این مانندی گفتنی آنهاست که گفتند باد و هوا خوب بود و کشتیران مهارت داشت و سخنان همانند این که در زبانهای مردم پهن شده است اکنون مسئله های این موضوع یکم تفسیر شناخت نعمت و کفر آن یعنی با حواسشان درک میکنند که آن از جانب الله است و آن را به اضافه کردنشان به سوی غیر الله انکار میکنند. دوم شناختن این که انکار نعمتها بر بیشتر زبانها جاریست مانند فعلشان در وقت نشستن هواپیما. سوم نامیدن این طور سخنها به انکار نعمت از روی انکار کردن فضل الله به آن نعمت و انکار کردن وجود آن نیست زیرا آنها آن را میدانند و وجود آن را حس میکنند چهارم جمع شدن دو چیز زید در قلب یعنی معرفت و انکار السلام علیکم و رحمت الله و برکاته